سوره مبارک الرعد که سوره 13 قرآن عظیم و شان است در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 43 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت 15 می شنوید. با شنیدن این آیت یک سجده تلاوت واجب می گردد. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. و هر چیزی که در آسمان ها و زمین اند به خدا سجده می کنند، به خوشی یا ناخوشی، و نیز سایه هایشان صبحگاهان و شامگاهان. قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. بگو کیست پروردگار آسمان ها و زمین؟ بگو خدا. بگو آیا شما جز او دوستانی یعنی معبودانی گرفتید که برای خیشتن مالک نفع و ضرری نیستند؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسان شده می توانند؟ یا آیا تاریکی ها و نور برابرند؟ آیا چنان شریکانی به خدا قرار دادند که مانند آفرینش او بیافرینند به گونه ای که این آفرینش بر ایشان مشتبه شده باشد؟ بگو خداوند آفریننده همه چیز هاست و اوست یکتا و بسیار غالب. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آب را از آسمان فرو فرستاد و از دره‌ها به اندازه ظرفیت آنها آب جاری شد. پس سیلاب کف رو به تزاید را برداشت و از آنچه برای تهیه زینت آلات یا ابزار به کوره آتش می اندازند در آنها نیز کف است مانند آن. این چنین خداوند برای حق و باطل مثال می آورد، اما کفها بیرون خشکیده می روند، ولی آنچه به مردم سود می رساند پس در زمین می ماند. این چنین خداوند مثال می زند. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. برای آنانی که حکم پروردگار خود را اجابت کردند سرانجام نیکوست، اما آنانی که فرمان او را اجابت نکردند اگر تمام آن چه در زمین است و همانند آن از آنشان باشد و آن را در بدل نجات خود فدیه بدهند پذیرفتن نمی شود. برای آنها حساب بدی است و جایشان دوزخ است و چی بد جای. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. آیا کسی که می داند آنچه به تو از جانب پروردگارت نازل شده حق است مانند کسی است که نابیناست؟ بیگمان خردمندان پند می گیرند، آنانی که به عهد خدا وفا می کنند و آن پیمان استوار را نمی شکنند، آنانی که چیزهایی را که خدا به پیوستگی آن فرمان داده است وصل می کنند و از پروردگار خیش می ترسند و از بدی حساب بیم دارند. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و آنانی که برای به دست آوردن خوشنودی پروردگار خیش شکیبایی ورزیدند و نماز را با تمام و کمال برپا داشتند و از آنچه ایشان را روزی داده ایم پنهان و آشکارا خرج کردند و آنانی که با نیکی بدی را دفع می کنند ایشانند که عاقبت نیک آن سرای از آنشان است. باغهای جاودان در آن داخل می شوند و نیز آنانی که صالحند از پدران، همسران و اولادشان. فرشتگان بر ایشان از هر دروازه داخل می شوند و می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامت شما، پس چی نیکوست جزای آن سرای. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. و آنهایی که پیمان خدا را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می نمایند، همین هایند که به ایشان لعنت است و برایشان بدی سرای آخرت است. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. خدا روزی را به هر کی می خواهد فراخ می سازد و یا تنگ می نماید و کافران به زندگی دنیا شاد شدند، در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت نیست مگر متاعی ناچیز. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. کافران میگویند چرا از نزد پروردگارش بر او یعنی پیامبر نشانه ای نازل نشد؟ بگو بیگمان خداوند هر کی را بخواهد گمراه می سازد و هر کی را که به او رجوع کرد به سوی خیش رهیاب می گرداند. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. آنانی که ایمان آوردند و دلهایشان به ذکر خدا آرامش می یابد، هان به ذکر خدا دلها آرامش می یابد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند برایشان زندگی خوشایندی است و نیز بهترین سرانجام.
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب این چنین تو را در میان قوم فرستادیم که پیش از آن نیز قوم‌های دیگر گذشتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر ایشان بخوانی در حالی که ایشان از خدای رحمان منکر می‌شوند بگو او پروردگار من است معبود جز او نیست بر او توکل کردم و بازگشتم سوی اوست ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد اگر قرآنی می بود که به آن کوها به حرکت می افتادند یا به آن زمین قطع قطع می شد یا به آن مردگان سخن می گفتند باز هم ایمان نمی آوردند اما هر کار از آن خداست آیا مؤمنان ناامید نشدند یعنی به این یقین حاصل نکردند که اگر خدا می خواست همه مردم را رهیاب می گردانید و کافران به سبب کارهایی که انجام داده اند همیشه مورد مصائب کوبنده قرار می گیرند یا این مصائب به نزدیک خانه ایشان فرود می آید تا این که وعده خدا فرا رسد حقا که خدا وعده خود را خلاف نمی کند ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب و بیگمان پیامبران پیش از تو نیز تمسخر شدند پس به کافران مهلت دادم سپس ایشان را گرفتار کردم پس دیدی که عقوبت من چگونه بود؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد آیا ذاتی که بر هر کس به آنچه کرده مراقب است همتایی داشته می تواند ولی با این هم به خدا شریکانی می آورند بگو آنها را نام ببرید آیا شما او را به چیز خبر می دهید که به زعم شما او در زمین نمی داند یا به سخنان ظاهری فریفته شده اید اما با کافران فریبشان خوب جلوه داده شده است و از راه خدا باز داشته شده اند و هر که را خدا گمراه کند پس برای او رهنمایی نیست لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق و ما لهم من الله من واق برای ایشان در زندگی دنیا عذاب است و بیگمان عذاب آخرت سختتر است و برای ایشان در برابر خداوند بازدارنده نیست مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثال جنتی که به پرهیزگاران وعده شده است در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد میوه های آن همیشگی است و نیز سایه آن
چنین است سرانجام پرهیزگاران و سرانجام کافران آتش است. والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک و من الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. و آنهایی که بر ایشان کتاب دادیم به آنچه به تو نازل شده شاد می شوند، اما از گروه ها کسانی اند که برخی از آن را تکذیب می کنند. بگو بیگمان به من امر شده تا خدا را پرستش کنم و به او شریک نیاورم، به سوی او دعوت می کنم و به سوی او بازگشت همگان است. و کذلک انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. و به همین گونه آن را به حیث فرمانی به زبان عربی نازل کردیم، و بعد از این که برای تو از علم آمده است، اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی، به تو از جانب خدا حامی و نگهبانی نیست. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب. بیگمان پیامبرانی را پیش از تو نیز فرستادیم و به ایشان زنان و فرزندان داده ایم. هیچ پیامبری نبوده که جز به فرمان خدا نشانه بیاورد. برای هر دوره کتابی است. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هرچی را می خواهد نابود می سازد و هرچی را می خواهد اثبات می کند، و نزد اوست ام الکتاب یعنی اصل کتاب. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. خواه پاره از آنچه را به ایشان وعده کرده ایم به تو نشان دهیم، یا پیش از بجا شدن این وعده تو را بمیرانیم، پس بیگمان رساندن پیام خداوند بر توست و حساب اعمال بر ماست. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. آیا نمی بینند که ما به این زمین طوری رسیدگی می کنیم که به تدریج از اطراف آن کم می سازیم، و خدا فرمان می دهد، کسی رد کننده حکم او نیست و او در حساب گرفتن سریع است. و قد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. و بیگمان پیشینیانشان نیز دسیسه چیدند، پس تدبیر همه جانبه از آن خداست. هر کسی هر کاری را که انجام می دهد او تعالی می داند، و کافران به زودی می دانند که سرانجام نیکوی سرای آخرت از آن کیست. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كافران میگویند تو پیامبر نیستی، بگو خدا به حیث گواه میان من و شما بسنده است و نیز کسی که نزد او علم کتاب است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.